شماره زنان تجارت پیشه در مزار شریف گرده هم آمدن تا اندوخته ها و تجربه هایشان را در بخش داد و ستد با یک دیگر شریک سازند. این نمایش از سوی اتاق تجارت زنان افغانستان برگزار شده است. در هر روز ما برنامه راه اندازی میکنیم تا بتانیم سهم بیشتر خانم ها را در عرصه تجارت داشته باشیم و اکثر خانم های ما تشابهات کوچک و یا متوسط دارن، همو به شکل رسمی نی. و ما اتاق تجارت خانم ها تلاشش به این است که تا خانم ها بتانن به شکل رسمی تجارت های خود داشته باشن و رسمیت بش ببخشن و از فرصت های موجود اتاق تجارت استفاده خوب بکنن. در بخش از این نمایش شماره از زنان تجارت پیشه ساخته های دستی و یا هم فراورده های کشاورزیشان را به نمایش گذاشتند. زنانی که میگویند در یک سال پسین کار و بارشان به علت تهدیدهای امنیتی و نبود بازار با رکود روبرو شده است. چالشی که برای فیلان خوب امنیت گفته میتونیم که امنیت درست نداریم به نسبت مشکلاتی که فیلان داریم. بعض وقتا سر رای ما میایه که ما نمیتونیم در برنامه بهترین برنامه ما اشتراک بکنیم. از نام خانم‌ها بسیار استفاده غلط میشه، به خاطر از اینکه به نام خانم‌ها بسیار پروژه ها گرفته میشه اما عیف میل میشه در بین خودشان. یکی از استراتژی های دولت جمهوری اسلامی افغانستان توانمندسازی زنان است. دولت حکومت محلی بلخ نیز در این راستا متعهد هست و از زنان ولایت بلخ به ویژه از زنان متشبث حمایت عام و تام نمایند که خوشبختانه ما میتونم میره به صراحت بر شما بیان بکنم. نوریه علیزاده یکی از زنان تجارت پیشه در مزار شریف است. میگوید در یک گروه 60 نفری از زنان مهارت تولید و تجارت را کسب کرده و حالا مالک یک کارخانه کوچک تولیدی است. تولید ما بسیار خوب است، روز به روز خوبتر میشه و ما میتونیم که به چیزایی که به خانم ها و دختر خانم ها بسیار شیک چیزای شیک میتونیم که تقدیمشان کنیم و فعلا خوش کردن تولید همچنان داریم. در این میان کارشناسان میگویند بانک زنان تجارت پیشه با چالش های چون تهدیدهای امنیتی، نبود قرضه های کوچک و کمبود برق برای رشد و انکشاف صنایع تولیدیشان روبرو اند، اما در جریان چند سال گذشته با علاقمندی ویژه در بازار تجارت گام گذاشتند. میزان اشتراک خانم ها در طی سال های اخیر، یعنی میزان علاقمندی خانم ها به کسب و کار و تجارت های شخصی خیلی بیشتر شده و دلیلش هم این است که خانم ها به باور رسیدن که ما دیگه نمیتونیم که با پای مردا مسیر موفقیت را بگذرانیم و اگر میخواییم مستقل باشیم و اگر میخواییم که به اهداف خود ما برسیم باید که روی پای خود ما ایستاد شویم. بر بنیاد آمار اتاق تجارت زنان افغانستان در بلخ بیش از 100 زن مصروف کار و بار تجارت هستند که اگر تهدیدهای امنیتی از میان برداشته شود ممکن است این شمار به گونه چشمگیر افزایش یابد. میرویس بیژن، مزار شریف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.